کابین کامیون انقدر باید راحت باشه که وقتی داخلش میری فکر کنی رفتی تو هتل. خیلی مهمه. تو این ویدیو با من همراه باش، میخوام 5 تا از کابینای راحت کامیونا رو بهت معرفی کنم. حمید اکتیو. درود ستونای جاده، خیلی مخلصم. من حمید اکتیو هستم. تو این ویدیو با من همراه باشید. ولی قبل از هر چیزی حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید برامون. خیلی مخلصم. بزن بریم. همونطور که میدونی تو گذشته راننده ها مشکلات زیادی داشتن. الانم دارن. حالا شکلش فرق کرد. قدیما راننده ها تو مسافت‌های طولانی که می‌رفتن یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که داشتن جای خوابشون بوده و این موضوع باعث می‌شده که برن دنبال هتل رو صندلی بخوابن و خلاصه و و و و. با ورود تکنولوژی، اولین شرکت کمبورس آمریکایی بود که اومد اتاقکایی رو برای راننده طراحی کرد، یه تخت کوچولو هم گذاشت کنارش. این ایده مثل بوم ترکید و راننده ها رو از خوابیدن تو هتل و روی صندلی خوابیدن راحت کرد. ولی یه نکته ای، بعد از اون تمام شرکت‌ها شروع کردن به کپی کردن این ایده. این کپی برداری انقدر زیاد شد، انقدر زیاد شد که رقابت به وجود اومد. به اصطلاح امروزی انش در اومد. داستان به اینجا رسید که همه شرکت‌ها افتاده بودن به جون هم دیگه که بهترین کابین رو طراحی کنن برای راحتی راننده. در حال حاضر راحت‌ترین کامیون سری کمبورس T680. فکر نکنم ما بتونیم هیچ وقت کمبورس رو تو ایران تجربه کنیم. حالا شاید هم بتونیم. امید بر جوانان عیب نیست. ولی لذت هایده گوش دادن رو توی ما که ایران کاوه هیچ وقت اونا نمیتونن تجربه کنن. فقط ما میتونیم تجربه کنیم. ولی الان میخوام راجع به کابین یه کامیونی براتون صحبت کنم که تو ایران هست. اسکانیا سری اس. هر طرفو که نگاه میکنی یه امکانات رفاهی داره. این برا نگاه میکنی یخچال داره. این برا نگاه میکنی مایکروفر داره. این برا نگاه میکنی قهوه ساز داره که حاصل تلاش 10 ساله مهندسان شرکت اسکانیاست. آقا اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. کامیون بعدی ولوو سری VNLه که من خیلی دوستش دارم. مثلا عاشق این ماشینم. چرا؟ چون انگار یه هتله، زیرش چرخ گذاشتم میره اینور اونور. همه چی داره، همه چی. ببین رفیقم میگو اصلا کابین مهم نیست، فقط تختش مهمه. میگم بابا ماشین به این گندگی، کابین فلان. میگم نه، فقط تخت. وقتی به ابهت یه ماشین نگاه میکنیم پی به درونش میبریم و این فقط توی آکتوروس اتفاق میفته. یه کابین مبله توی سری ال خودش که فقط از صنعت آلمان برمیاد. آکتوروس با ورودش تو ایران واقعا جاده های ایران رو زیبا کرد و همونطور که میدونی تو ایران سینه چاک های خیلی زیادی داره و همشون هم متفق القول عاشق نسل 3 هستن. به نظر من تو این دستبندی جای یه ماشین خالی بود، اونم رنو مگنوم 480 بود که هم کابین بزرگی داشت هم لوگوی بزرگی. فکر کن حرف از کپی برداری باشه و چین وسط نباشه. چین مگه میشه؟ مگه داریم ما؟ نه نمیشه. چین هم دوتا ماشین ارائه داد به اسم جک و شاکمن که اتاقای بزرگی داشتن ولی تو ایران جوابشون هنوز پس ندادن. و در آخر اینکه شما با کابین کدوم کامیون احساس راحتی میکنید؟ این مهمه که شما با چی حال میکنید؟ اگه دوستش داشتید این ویدیو رو حتما ما رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. خیلی مخلصم.